به نام خداوند پاک و مهربان با عرض سلام آرزو دارم جور سعدمند سرحال باشه این تنهای خوب نازنین تشکر از امراهی شما و از پیام های بسیار خوب و پر از محبت که میمونین در پایین ویدیو ها سپاس بحث ما در مورد کتاب دیسم فایف کتاب روانشناسی کلینیکی و در این کتاب 600 اختلال روانی خورده بزرگ تشریح شده برنامه سی و پنجم است که خدمتتان ارائه میکنم و پس اصلی ما فعلا اختلال وسواسی اجباری است در زیر شاخه های ازی ما اختلال بدشکلی بدن بر شما تشریح کردیم اختلال احتکار تشریح کردیم و اختلال کندن موی امروز در برنامه سی و پنجم عنوان داریم اختلال پوست کندن پوست خود بازیا میکنه یعنی سکین پیکینگ دسوردر یا اکسکوریشن هم برش میگن اختلال پوست کندن یا اکسکوریشن عبارت از مایل و عوض شدید و مکرر یعنی زیاد دل شخص میشه که بکنه و تکراری کار انجام میده برای کندن پوست خود تا جایی که باعث آسیب رسیدن به پوست و گوشت میشه پوست زخمی میکنیم این اختلال در دیسم فور وجود نداشت برای اولین بار در دیسم 5 به عنوان یک اختلال مستقل و مجزا مطرح شده است این اختلال با دی تریکوتولیمونیا که مکندن موی بود و اختلال افسردگی اونده کامربیتیتی بالا دار یعنی کسایی که اختلال کندن پوست داره هم زمان اینا اختلال افسردگی اونده میتونن داشته باشن واسواز و اختلال کندن موی همچنین ممکن است با سایر اختلالات وسواسی دوباری و اختلالات مرتبط با این مثل اختلالات رفتارهای تکراری متمرکز بر بدن مثل جویدن ناخون دندان گرفتن لبها ارتباط داشته باشه و این اختلالات نیز باید در نظر گرفته شد پوست کندن باید از خودزنی یا خدا رسانی غیر اینطوری افتراق داده شد بعضی خود لطکوب میکنن از او فرق دارد اگر پوست کندن عمدتاً با قصد آسیب رسانی به خود انجام شود نباید به عنوان اکسپریشن دیاگنوز شود و شاید بهتر باشه آن را نتیجه خود آسیب رسانی این تا اگر شخص قار از خود زخمی میکنه و این پوست کندن نیست هرچند پوست صدمه دیده ولی این پوست کندن نیست پوست کندن نیست که یک عوض شدید بر از این, این کندن پوست پیدا میشه خلاصی از این موضوع را بر شما بگویم اختلال کندن پوست شخص پوست خودم میکنه یک میل شدید بر کندن پوست داره بزن پوست خود زخمی میکنه و با وسواس افسردگی امده و کندن موی ارتباط بسیار نزدیک داره چی چیست؟ چرا شخص پوست خود میکنه؟ درباره علت اختلال پوست کندن نظریه های متفاوتی وجود داره یکی از فرضیه ها آن را نوی میکانیزم مقابله یا کوپنگ برای کنان آوردن با سطوح بالای برانگیختگی یا استرس درونی میدانند میگیره چیز شخص استرس داره با او خاطر میکنه و همچنین واکنش فرد به استرس را ضعیف ناقص توصیف میکند بعضی تحقیقات این فرضیه را تایید میکند زیرا نشان دادند که تقویت اتوماتیک در درون فرد ظاهرا با استادام رفتار کندن پوست میشد بعضی روانشناسان بر این باورند که رفتار کندن پوست نتیجه خشم و شده است فرد نسبت به والدین مستبد خود احساس خشم میکند اما آن را واپس میراد و این خشم واپس داشته خودش رو به صورت کندن پوست نشان می میده یعنی والدین ظالم است سر کودک ظلم میکنه کودک کیره به این شکل تبارز میده و این در والدین بیش از حد سخگیر ممکن است باعث با وجود آمدن این اختلال در کودکان شود خلاصتا این تیوریا بیان میشه که استرس میگه شخص استرس داره ای کار می این کار میکنه دوم استبداد والدین خیر والدین لطفا مهربان شوید در هر مریضی ما شما میارای تشخیص داریم بیا که میارای تشخیص بر از اختلال هم بخانیم. میارای DSM-5 برای اختلال پوست کندن فرد به طور دائم پوست خود را میکند در حدی که به زخم منجر میشود این جز اولش است میاری میاری بی فرد به طور مکرر و دائم برای کاهش یا متوقف کردن پوست کندن تلاش کرده است چندین بار کوش کرده که نکنه ولی بازم شده جز سی پوست کندن باعث می شود در عملکرد اجتماعی شغلی یا سایر جنبه های مهم زندگی رنج شخصی یا نابسامانی شدید دیده شد در زندگی مشکل ایجاد کرده برش دی پوست کندن نمی تواند بیلت فیزیولوژیک و مستقیم یک ماده مثل کوکاین یا یک آرزی مثل گال باشد یعنی مریضی تیبی یا مصرف مواد سبب از این نشده باشد جز ای سپتوم های یک اختلال روانی دیگر نمیتونند دلیل دلیلی بهتر برای پوست کندن مثلا پوست کندن دیلوژن یا آلسینیشن لمسی که در های سکیزوفرنیا یا مصرف اسکیزوفرنی امی... که از اثر مصرف مواد باوجود نه. یعنی شخص دیلوژنالوسشن و با اصطلاح آشنا هستیم پوست خود میکنه تلاش برای بهتر کردن یک عیب یا نقص فیزیکی یا خیالی در اختلال با دسمورفیک یعنی دسمورفیک نباشه بعضی یا فکر میکنه این چیزی ای بد میگیره میکنه به خاطر کندن پوست نیست به خاطر است حرکات کلشه ای در اختلال حرکات کلشه یا نیت آسیب رساندن به خود در خود جرحی غیر انتحاری یا خودزنی بدون قصد خودکشی یعنی بعضی ها خلالت کب میکنه اما هدفشان کشتنشان نیست خلاصتا گپ ما ای که شخص پوست خودم میکنه کوشش کرده توقف و نتونسته برش مشکل ایجاد کرده و تشخیص تفریقی شود که از اثر مصرف کدام مواد یا عارضی تیبی یا مریضای روانی دیگه نباشه این میاد شیوع اختلال پوست کردن چه قصد در بین مردم نرخ شوی تمام عمری به گزارش دیسن در بزرگ سالان یک اشاره چار فیصد تا اندک بیشتر است یعنی تا یک پنج درصد یک اشاره پنج یعنی. از هر صد نفر یک و نیم تا دو نفر مشکل دار. سه چارم یا بیشتر افراد مطلع به این اختلال زنان هستند بازم یعنی در زنان بیشتر است کندن مو افرادی که علاوه بر اختلال پوست کندن بر اختلالات دیگر نیز مبتلا هستند برای کندن پوست خود انگیزه های متفاوت دارند و ازشان پرسان میکنید چرا میکنن دلیل های شد آنهای که کم اختلال وسواسی اجباری و هم اختلال پوست کندن دارند میگویند که پوست خود را به این دلیل میکنند که احساس میکنن کثیف شده است یکی از دلایل میگی پوستم کثیف شده میکنم افرادی که علاوه بر اختلال پوست کندن به اختلال بادی دیسمورفیک نیز مبتلا هستند پوست خود را میکنند تا نقص های موجود در ظاهر خود را برطرف کنند بر برم بد میگه اینجا میتونم زیبا معلوم میشه مطالعات نشان دادن که بین دوپامین و میل شدید به کندن پوست ارتباط وجود دارد دوپامین یک افرازی در مغز ماست معلوم شده است که مواد مثل کوکائین و میتنفیتامین یا چیزی که به نام شیشه مشنسین. که اگونیست دوپامین هستند و در نتیجه تاثیر فارماکولوژیک دوپامین رو افزایش میدهند باعث میشن افراد به کندن پوست خود بپردازند و نتوان جلو خود را بگیرند یعنی چیزایی که دوپامین است ما یک یگونست داریم داره طبی که زیاد میکنه یک دوسر انتاگونست برعکسش اگونست دوپامین چیزایی که دوپامین زیاد میکنه مثلا شیشه مصرفش دوپ... مصرف شیشه مقدار دوپامین زیاد میکنه دوپامین که زیاد شخص کندن پوست یعنی بین زیاد شدن دوپامین و کندن پوست ارتباط وجود دارد. خیر دیگه بنان در تداوی اگر سطح دوپامین با دوا پایین آورده بتونیم مشکل میتونیم حل کنیم این مواد میتونن باعث احساس فرمیکیشن شوند افراد مبتلا به فرمیکیشن به اشتباه احساس میکنن چیزی روی پوست یا زیر پوست آنها را میره وقتی مواد مخدر خود مصرف میکنن فکر میکنن چیزی را میره دالی که نمیره اینا مجبور میشن پوست خود بکنن فارمکیشن از فار، فارمیکا گرفته شده یعنی فکر میکنه مرچه یا شره زیر پوست شده حالا آوران تقاد نشان داده است که داروهای مثل نالتروکسون یا انتاگونست دو... که انتاگونست دوپامین هستند او یا این انتاگونست برعکس کم کننده در بعضی از تاثیرات فارمکولوژی دوپامین میکنند تا اندازی میتونن از رفتار پوست کندن کم کنند چیزایی که دوپامین زیاد میکنه کندن پوستام زیاد میکنه مثل شه. چیزی که دوپامین کم میکنه مثل نالتروکسون. کندن پوست هم کم میکنه به این ترتیب اختلال پوست کندن ممکن است در نتیجه عملکرد ناسایی دوپامین باشد یعنی در یکی از علت های یا علت بیولوژیکی دوپامین از دخیل میدانند که اگر دوپامین زیاد باشه یالت علت باوجود میاد درمان اختلال پوست کندن تعریف شفا میدیم علت شام کمی فهمیدیم میارای تشخیص رو فهمیدیم درمان چی است هر چند اختلال پوست کندن بسیار رایج است دانش درباره درمان موثران زیاد نیست هنوز خوب نمیفهمیم در حال حاضر برای درمان اختلال و پوستکندن دو نوع روی کرد وجود دارد دارو درمانی و رفتار درمانی دارو درمانی برای درمان اختلال و پوستکندن چند نوع داروهای مختلف وجود دارد یک استساره های استسار اس که دیگه بایی آشناست دوم انتاگونست اوپیودی پیوت ها را که نره سه گلوتامات ها این سه دوا استفاده دارد یا سه خانه دارد استثارای ها نشان دادند که در درمان اختلال وسواس باری مؤثر واقع می شوند و در نتیجه بعضی متخصصان پیشنهاد کردند که این مواد برای درمان و پوستکندن نیز استفاده می چون خود پوست کندن زیر شاخه وسواس است تداوی که وسواس نتیجه می به ایام میگه می, می داروهای از قبیل دوکسیپین کلومپرامین نالتروکسون پیموزید واولانزیپین نشان دادن که میتونن موثر واقع بشن هرچند دوایی که نام بردیم اینا سارای نبود مثلا اولانزپین یک آنتی سایکوتیک است خلاصتا این دوایی است که استفاده میشه در, مو... در مورد استفاده از آنتاگونیست های پی دی برای درمان اختلال پوست کندن تاکنون هیچ آزمایش روی انسان انجام نشده است اما بعضی مطالعات نشان دادند که این داروها می توانند در اختلالات خود جویدن در سگ ها تاثیرات مثبت داشته باشند سکا مبتلا به این اختلال قسمتی از بدن خود را آنقدر لیس می زنند یا می جوان که زخم میشه برشون وقتی انتاگونیست اوپید میت جور میشه انتاگونیست های اوپیدی با اثر اثرگذاری روی مدارهای دوپامین در نتیجه کاستن از احساس لذت ناشی از پوست کندن کار خود را انجام میده این انتاگونیست ها مسیر دوپامین تنظیم میکنن در مغز ما مسیر هست های مثل این سیستین نشان دادن که میتونن از ایتیاد به کوکائین و اختلال پوست کندن خلاصه خلاصی گپی که حالی ایجیش بر شما گیج کننده نشه دواها استفاده داره یکی از راه ها دواس رفتار درمانی چی میکنن؟ نو دوم رفتار درمانی است رفتار درمانی نشان داده است که میتواند در درمان اختلال پوست کندن مؤثر واقع شود و در حال حاضر بهترین روش در روان در... بهترین روش روان درمانی رفتار درمانی است در این نوه درمان به بیمار در مورد اختلالش اطلاعات جامی و مفید داده میشه که این مریضی تو اینی خطرات داره و او متوجه میشه که این رفتار چی میتونه باشه لطایش برش میفهمیم همچنین تلاش میشه تا رفتار بیمار تغییر کنه برش میتونیم که رفتارا را مثلا ورزش کنی کار کو کار رفتار تنظیم شه برای این کار با او مشاورهای های متفاوت را میشه در کارهایی که انجام میده که پوست کندن جلوگیری شود تشویقش میکنه مگر در منجو بتواند برای مدت مشخص پوست خود را نکند با او پاداش داده میشه یک روش دیگر این است که به محض اینکه فرد احساس میکنه میخواد پوست خود بکنه باید کار دیگر انجام ده طوری که این دو کار کندن پوست و کار دیگر از لحاظ فیزیکی نتوانند به طور همزمان روی دهند مثلا از فرد خواسته میشد با محض احساس نیاز به کندن پوست به جای انجام دادن این کار روی دو دست خود بینشیند. که دستش مصروف یعنی کاری برش میتیم که دستش مصروف شه یا مثلا میگیم برو ورزش کن خدا که دست مصروف شه که پوست کنده نتان یک دوشی دیگر استفاده است تنبیه است مثلا دوا کردن و ما از فرد شروع بکندن کندن پوست خود میکند دیگران باید با او دوا کنن و محکم و قاطیانه بگه نکن تنبیه میتواند فیزیکی باشد مثلا فرد رو مجبور کنن دستش رو به شوی خاص ورزش دهد یا این تو وقت شروع بکندن پوست خود میکند روی او را آب می پاشن خلاصتا از تشویق و استفاده می کنن که مشکل حل شود دوستای نظرین با کندن پوست و علتا و شدنی آشنا شد یک وقت با می گیریم و تقریبش سر مریضی بعدی صحبت